آواره شدن بیش از 1000 خانواده از ولسوالی پاتو گه ولایت دایکندی ولسوالی پاتو از کم توجه حکومت در تامین امنیت این ولسوالی انتقاد دارد. والی دایکندی اما میگوید که به زودی مشکل امنیتی در دایکندی حل می شود و جای نگرانی نیست. با سلام و وقت بخیر بیننده و شنونده تلویزیون اینترنتی افغانستان مرکزی یا سنترال افغانستان هستین. امروز 19 جون سال 2021 میلادی و برابر ما 29 جوزه سال 1400 هجری شمسی است. در دو روز گذشته درگیری جدی را در ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی شاهد نبودیم. دو طرف در سنگرهای خود بودند و منطقه تمازان و سر تگاب کاملا در دست طالبان سقوط کرده است و صدها خانواده مجبور به ترک خانه و منطقه ایشان شدند. سید طاهر اعتمادی ولسوالی پاتو در گفتگو با سنترال افغانستان میگوید که حدود 1000 خانواده از مناطقشان بجا شدند. و از عدم حمایت مردم از سوی دولت و قماندانی امنیه ولایت دایکندی گلایه های دارد و میگوید که تقریبا مردم نسبت به قماندانی امنیه این ولایت بی باور شده است. ولسوالی پاتو میگوید که طالبان از ولایت های مختلف نیروهایشان را توحید کرده و به این ولسوالی حمله کرده است. در همین حال رشیده شهیدی والی ولایت دایکندی میگوید که همه چیز تحت کنترل است و برای مردم دایکندی وعده میدهم که مشکل امنیتی ولسوالی پاتو با زودترین فرصت برطرف خواهد شد. خانم شهیدی در برنامه‌ای که در نیلی صحبت میکرد مردم را به آرامش دعوت کرد و گفت که با دشمن همکاری نکرده و بلندگوی آنان نشوید. والی دایکندی علاوه کرد که مردم از سراسر ولایت برای دفاع از خودشان در برابر دشمن اعلامی آمادگی کرده است. وی همچنان افزود که دشمن برای ما ثابت است و آنان همانطوری که نشان داده است به مردم دایکندی رحم نخواهد کرد. این در حالی است که مردم ولایت دایکندی نسبت به عملکرد حکومت و مسئولان امنیتی ولایت دایکندی بی باور هستند و آنان را به بی برنامگی در امر مبارزه با طالبان متهم میکند. در ادامه توجه شما را جلب میکنم به مصاحبه سید طاهر اعتمادی ولسوالی پاتو که با همکاران ما انجام داده است. هم درست وضعیت پاتو است، چه قرار رای طالبایی که آمد از خود منطقه یا از ولایت دیگه از پاکستان اینا آمده چه رقم بوده؟ اینا همیشه آشار داره تنوی فصلهای گرم شدن هوا از جوزه شروع که میشه و از کلو حلولی جمعه جوزه اینا همیشه هر سال اینمی تاروزات خود آشاری نفر از ایرمان داره از ورزوان داره از اونی سواله های عجیبستان و چوره و ورزوان خاص و از اونجا هر جایی اگه پروگرام بیرزه باید نظرم حرکت کنه و نموره اگه وایره یاد میکنه اینا از خارجی هم به اینا بر اینا حضور داره اینا را اجاید رهبری میکنه اینا را اکمال میکنه بسیار همونطوره به یک ساکی خاص نظامی عملیات دقیق را اجرا میکنه که مجهز با تمام انواع سلاحی مختلف سقیده و پیشرفته لیزر و دوربین شب و آهان و چوب و همه چیز اینا دستوان هم مجهز هم بله برای بیرون رفت از مشکلات پاتو ما ترهایی داشتم و بارها به مقام بودن چه واری قبلی بودن جلسه امنیتی میگیتون در پاتو عمله قماندان امنی پاتو امیر امنیت بارها ترهای خود هست ابراه کردیم و ایراه کردیم و که پاتو از جمله ولسوالی های نامنی سگوانه های دایکندی یعنی درست که همه میترکمان درست کل نامنی های اموسی ولسوالی پاتو است که دروازه نزدیک به ولسوالی دایکندی است کمازی مرکز ایراه دایکندی تا تمازان پاتر تمازان که مر ولسوالی پاتو است که 10 کیلومتر بیشتر نیست نامنی اگر پاتو را کنه میگیره دروازه اولی دایکندی پاتوس متاسفانه تاثیرگذاری مرکز دایکندی نمیکنه پیشنهادهای زیادی داشتم از جمله این پیشنهادی که ما بارها کردیم یک تالای اردو قبلا برای پاتو هم از بالا گپ و گو و مطرح بود ولی امیر جمان بای رحمتی گفت یک تالای اردو چهار تالای اردو در این درای دایکندی داده شده از چهار تالایی که یک تالای مربوطی چی بود پاتو بودن هم باشای پاتو را ما راجستر کسد اینا روان کنیم تضمین شد ولی متاسفانه در وقت در این تربیه که اونا
از باقی مناطق روان کردن مرکز کابل، اونا را اصلا کس اسمش را نخواندن، فراموش شدن اونا. اگر یک طلای ورود را به سب نبه تقریب سفر پرسنل داره، اگر اونا ترین تربیه نیستید، امروز پاتو امنیتش خوب بود. پاتو کران را اصلا شدد، صحیح پاتو اصلا پروس وجود نداره، ورگو وجود نداره، بسای خیزیش و بسای شخصی و منکانات ضعیف و حمایه مردمی. ما خواستم همه که حد اقل هر خدا چهار تاله دیگه اردوی ملی دیجا این تر مرکز دکنه جا بجاشت چهار تاله اردوی منطقوی قبلا بود یک سندگی پولیس ها که سندگ داره سه تاله شما میدارد اینجا نیازده تاله از پولیس اردو هست بس وانا یک تاله برای پاتوی که نه از همه نه هم نه اقتصاد پایدا نکرد اگر کردم برام بده در عمل اونجا کنم یک ارسالی نبوده که اونا بر منطقه را دیگه از ترکش میگره اولی خواستم آید برای دکنه یک کوره یوزه ملی را برو شهر روان کنه که امنیت اون شهر بگیره که اگر نشوه روز برای وزیاد وخیم میشه او دو سالی هم مناطق بدین پولیس وردو همین در تبلیغات احریمانانه دشمنا بشروعه که رایت خوشما کمک نمی بخو مدنی کمک نمی محصب که مدنی توجیه هم نکردن یک اوان احسانوی لنگزره داشتن امور در کمک چردگاه می خواد بود از بایندها برد دور دادن مردم هم از بسر نراه شدن باز برد شدن اولی رو خواست ما باید اگر رسوار نه باید اگر سرباز منطقه یکی از اخر اگر دو کلای میشه چی بسر نه کرای اردوی میری درست ها آجیل اعظام شود تا از سکوت باقی مناطق مربید پاتو بیری و لورشه و تگوزان جلو گیری شونه یعنی می بسار آجیل اجر میده غیر دو منطقه پاشده نیشه ما ترهای به مقام ولایت داریم که به این منطقه را دیگه دیگه تاری ما ایست که اون منطقه و سربازایی که هست اکمال کنه اونا را تجهیز کنه دیگه سرای سخیله مهمات اونا نه سرای سخیله در نه مهمات طبقه این مردم به تباه دولت برو خود از به شهادت بیده توجه از سر دولت حکومت نشه بازم از طریق امنیت میده اگه مقصاره که با اون مردم توجه میشه اگه مقصاره اگه مهمات فینا میگه ما در از نیوهای مهمات نمت خیلیم خطری خمینت ملی نسبتا اگه مقصاره اگه مردم راضی هست اگه مولی بندازه کافی نیست اگه مقصاره خوب هم از طریق خماندانه که تامین کنده اصلی هم نیده متاسفانه هیچ گونه توجه نمیشه و مردم به بخش امنیت ناست با خماندانه بیعتماد شده همه بیعتمادی سبب میشه که خدای نخواسته دشمن بیشتر نفوذ کنه کوشش ها یک هیئتی از بخش امنیتی در او صاحب بره مردم اطمینان بده جمع بکنه تبلیغ کنه نصیحت کنه به دفاع از دولت مردم مدهی داره اونا رو تقاضای مشروع اونا رو برآورده بکنه بسیار بسیار عالی. دیگر روسته تعداد زیاد از خانواده مهاجر شده برای زیاد کدام کمکی از جای تدارک شده نشده همونجا که با من زنگ زده گفتا که امار بزن ما امار زادیم اونا که روی تر ریز دست دار از طرف خلبسته تماس گرفت همون بخش حوادث مرده حوادث همونا با ما تماس گرفت ما اگه امار دادیم برای نه تقریبی چون دفعه ما در سایی جنگی بیده امار نداریم تقریبی امار دادیم یک تعداد زیاده دارد تقریبا در حدود 5-600 فامیل یک 300-300 فامیل تراجم شده اینا یک یابدهی میخواه از طریق میراید اینا باید توجه بکنن در ریتاز مهاجرین